مدتیه که همه جا صحبت از یه هوش مصنوعی فوق‌العاده است به نام چت جی پی تی که خیلی از پیشنهادات شما هم در مورد همین بود. اول میریم سراغ این که با تحریمایی که وجود داره ما ایرانی‌ها چطور میتونیم ازش استفاده کنیم. بعد از این که تونستیم واردش بشیم و یه کوچولو باهاش کار کنیم، جنبه‌های مختلفش رو بررسی می‌کنیم تا ببینیم این هوش مصنوعی قدرتمند چطور کار می‌کنه، چه استفاده‌هایی میشه ازش کرد، خوبی‌ها و بدی‌هاش چیه و اینکه چه انقلابی قراره تو دنیای ما ایجاد کنه. اسپانسر این برنامه هم شرکت فیوتک تو جنوب کالیفرنیا است که زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیکه. فیوتک تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری و مریخنورد کیوریاسیتی نقش پررنگی داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید یا لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. ChatGPT به طور خلاصه یه برنامه کامپیوتریه که مقدار خیلی زیادی اطلاعات متنی از اینترنت جمع‌آوری کردن، دادن بهش، بعد این اومده از این اطلاعات یاد گرفته. حالا وقتی که ازش سوال میپرسیم، با چیزایی که قبلا یاد گرفته جواب ما رو میده. میتونه براتون مقاله بنویسه، تولید محتوا کنه، جواب سخت‌ترین سوالاتتون رو بده یا حتی برنامه نویسی کنه. مثل اینه که یه آدمی با حافظه خیلی خوب بشینه کل چیزایی که تو اینترنت هست و بخونه و حفظ کنه. اما بهتره اول یه مقداری باهاش کار کنیم تا آشنا بشیم، بعدش بریم سراغ جزئیاتش. اصلی ترین کاری که باید انجام بدیم اینه که تو سایت OpenAI، شرکت سازنده ChatGPT، یه حساب کاربری رایگان بسازیم. برای ما که داخل ایرانیم دو تا مشکل وجود داره. یکیش اینه که سایت OpenAI با هر فیلتر شکنی باز نمیشه. یعنی باید خودتون فیلتر شکنهای مختلف رو تست کنید ببینید کدومش جواب میده. مشکل دوم اینه که موقع ثبت نام شماره تلفن‌های داخل ایران رو قبول نمیکنه. پس دو تا راه داریم. یا از تلفن دوست و آشنامون که خارج از ایرانه استفاده کنیم یا از شماره تلفن‌های مجازی که تو اینترنت فروخته میشه. من از روش دوم استفاده میکنم. برای این کار بهترین سایتی که میتونم معرفی کنم سایت نامبرلنده. اول تو نامبرلند ثبت نام میکنم، بعدش از این قسمت گزینه OpenAI رو میزنم و یکی از شماره های ارزونش رو انتخاب میکنم. مثلا انگلیس که حدود 11,000 تومنه. به محض اینکه پرداخت انجام بشه یه شماره تلفن با کد انگلیس به من میده که فقط تا 15 دقیقه مال منه، پس باید عجله کنم. حالا سایت OpenAI رو باز میکنم و رو دکمه ساین اپ میزنم، ایمیلم رو وارد میکنم، یه پسوردم تعیین میکنم. بعدش میرم تو ایمیلم دکمه وریفای رو میزنم تا ایمیلم تایید بشه. اینجا مشخصاتم رو وارد میکنم و میرسم به مرحله تلفن. اون شماره تلفن مجازی که نامبرلند بهم داده اینجا مینویسم، کشورم هم انگلستان انتخاب میکنم. وقتی کد تایید رو فرستاد به نامبرلند میارم اینجا مینویسمش. حساب کاربری OpenAI من با موفقیت ساخته شد. حالا بریم با این هوش مصنوعی صحبت کنیم ببینیم حرف حسابش چیه. پس این دکمه رو میزنم، بعدم این دکمه تا وارد محیط چت بشم. به عنوان اولین سوال میخوام ازش درباره خودش بپرسم. پس میگم در مورد خودت توضیح بده. جوابش اینه که من یک مدل زبانی هستم که با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق به طور خاص برای پاسخ به سوالات و ارائه راهنمایی‌های مختلف طراحی شده‌ام. من توسط OpenAI آموزش داده شده‌ام و قادر به پردازش و فهمیدن زبان‌های مختلف هستم. خب من به فارسی پرسیدم ولی هر زبان دیگه‌ای هم می‌فهمه. البته واضحه که وقتی با زبان انگلیسی باهاش صحبت کنیم جواباش خیلی دقیق‌تر و کامل‌تره که دلیلش رو جلوتر می‌فهمیم. بذارید یه سوال چالشی‌تر بپرسیم. آیا تو تهدیدی برای آینده انسان هستی؟ نه، به عنوان یک مدل زبانی من به طور مستقل نمیتوانم هیچ گونه تهدیدی برای آینده انسان‌ها باشم. من فقط یک ابزار هستم که به کمک آن میتوانید به سوالات خود پاسخ دهید و از آن به عنوان یک راهنمایی استفاده کنید. این جمله تو خیلی از جواباش هست که میگه به عنوان یه مدل زبانی نمیتونم با قطعیت جواب بدم. تو بخشای بعدی دقیقا متوجه میشیم که معنی این حرفش چیه. فکر میکنی چه خطراتی آینده انسان رو تهدید میکنه؟ در آینده انسان‌ها با چالش‌های بسیاری مواجه خواهند شد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زندگی آنها را تهدید میکند.
بعدش هم که چند تا از این عوامل رو لیست کرده. تغییرات آب و هوایی، جمعیت، آلودگی، بیماری‌ها. به نظر تو ایران در سال 2030 چگونه کشوری خواهد بود؟ خب بازم میگه که نمیتونم با قطعیت بگم، اما سه تا حالت مختلف رو پیشبینی میکنه. یه حالت مثبت که پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی اتفاق میفته، یه حالت منفی که تحریما باعث رکود اقتصادی شدید میشه، یه حالت متوسط که مشکلاتی به وجود میاد ولی شرایط زیاد بد نمیشه. فکر میکنیم موجودات فضایی الان رو زمین حضور دارن؟ جوابش اینه که هیچ شواهد قطعی وجود نداره. بعدش هم میگه که اون مواردی که تو دهه‌های گذشته اعلام شده 100% تایید نشدن. بذارید درباره خودمونم ازش بپرسیم. نظر درباره کانال یوتیوب آرانتیک چیه؟ هیچگونه نظر شخصی درباره کانال یوتیوب آرانتیک ندارم. با این حال از آنچه که درباره این کانال شنیده ام می دانم که آرانتیک یک کانال فعال در زمینه آموزشی و آگاهی بخشی است که در زمینه‌های مختلفی از جمله علم، فناوری، تاریخ، فلسفه و هنر فعالیت می کند. در مورد هر چیزی میتونید ازش بپرسید. مثلا بگید کامپیوتر من بوق ممتد میزنه. مشکلش چیه؟ دلایل مختلفی بهتون میگه، مثل بالا رفتن دما و مشکلات سخت افزاری و چیزهای دیگه. یا مثلا شما میخوای یه گوشی بخری که قیمتش کمتر از 200 دلار باشه اما دوربینش کیفیت خوبی داشته باشه. مدلای مختلفی که با درخواست شما سازگاره بهتون معرفی میکنه، ویژگی هاشون هم توضیح میده. میتونه براتون در مورد یه موضوع مشخصی شعر بگه، میتونه جوک تعریف کنه، معما بگه، برنامه نویسی کنه. مثلا بهش میگم یه برنامه به زبان پایتون بنویس که 2 عدد از کاربر دریافت کنه، بعدش اولی رو به توان دومی برسونه و نتیجه رو نمایش بده. یه کد برام مینویسه خیلی تمیز و مرتب، بعد قشنگ توضیح میده که چی کار کرده. میشه ساعتها نشست باهاش صحبت کرد و از جوابایی که میده لذت برد. بی خود نیست که یه شرکت قولی مثل مایکروسافت 10 میلیارد دلار رو ChatGPT سرمایه گذاری کرده. حالا بریم ببینیم اصلا از کجا اومده و چجوری میتونه یه همچین کارهای عجیب غریبی بکنه. خب همونطور که گفتم هوش مصنوعی ChatGPT توسط شرکت OpenAI تولید شده. چند تا از کله گنده های تکنولوژی و کارآفرینی مثل سم آلتمن، پیتر فیل، رید هافمن و کسی که شاید از بقیه معروف تر باشه، یعنی ایلان ماسک، سال 2015 شرکت OpenAI رو تأسیس کردن. این شرکت کارهای بزرگی در زمینه هوش مصنوعی انجام داده، اما یکی از مهمتریناش توسعه یه نوع مدل یادگیری ماشینی بود به نام GPT که مخفف Generative Pre-trained Transformer هست، تبدیل کننده از قبل آموزش داده شده مولد. اولین نسخه از این مدل ها رو سال 2018 معرفی کرد به نام GPT-1. 2019 و 2020 هم به ترتیب نسخه های دوم و سومش اومد. اوایل 2022 هم نسخه 3.5 منتشر شد. اما هیچ کدومشون عمومی نبودن. یعنی برنامه نویسا با استفاده از رابط های برنامه نویسی یا همون API ها میتونستن از قابلیت های این GPT ها تو برنامه هاشون استفاده کنن. تا اینکه اواخر 2022 ChatGPT معرفی شد که برخلاف نسخه‌های قبلی برای عموم مردم به صورت رایگان در دسترس بود. البته اگه ماهی 20 دلار پرداخت کنید میتونید از ChatGPT Plus استفاده کنید که امکانات بیشتری به شما میده، مثل سرعت بالاتر. یه خوبی دیگه‌ش هم اینه که همیشه در دسترسه. چون نسخه رایگان زمانی که آدمای زیادی ازش استفاده میکنن به همه سرویس نمیده. ChatGPT از یه نوع خاصی از مدل‌های یادگیری ماشینی استفاده می‌کنه به نام مدل زبانی بزرگ. عملکردش اینجوریه که یه مقدار خیلی زیادی متن از ما دریافت می‌کنه، بعدش دنبال این می‌گرده که بین کلمات داخل این متون چه ارتباطاتی وجود داره. برای هر کلمه یه وزن مشخصی در نظر می‌گیره. وقتی ارتباط بین کلماتو پیدا کرد و عمل یادگیری انجام شد، دیگه میتونه هم حرفای ما رو بفهمه، هم خودش جمله های جدید بنویسه. مثلا فرض کنید یه جمله بهش میدم به این شکل: من هر روز صبح جای خالی. تو متنای اینترنتی که قبلا بهش دادیم، جملاتی که از این کلمات تشکیل شدن، مثلا 60%شون این بوده که من هر روز صبح صبحانه میخورم، 30%شون این بوده که ورزش میکنم، 10%شون هم این بوده که به مدرسه میروم. برای همین تو جمله‌ای که بهش دادم چیزی رو قرار میده که احتمال درست بودنش بیشتره.
البته این یه مثال خیلی خیلی ساده بود. کاری که در واقع انجام میده پیچیده تر از این حرف هاست. پس نکته مهمی که وجود داره اینه که چت جی پی تی از خودش چیزی نمیدونه. هرچی بلده از متنهایی یاد گرفته که ما بهش دادیم. برای همینه که تو خیلی از جواباش دیدیم که میگه به عنوان یه مدل زبانی من نمیتونم با قطعیت جواب شما رو بدم. چون چیزی که یاد نگرفته یا در واقع قبلا توی هیچ متنی ندیده جوابی براش نداره. وقتی ما ازش پرسیدیم یه گوشی ارزون با دوربین خوب معرفی کن، این توی متنایی که از اینترنت بهش دادن گوشی‌های مختلف رو دیده و ویژگی‌هاشون رو میدونه. در مورد آینده هم وقتی ازش میپرسیم، باز بر اساس نوشته‌های خود ما جواب میده. اینطور نیست که واقعاً بتونه پیش‌بینی کنه. همون کلمه pre-trained که تو GPT هست، دقیقاً معنیش همینه. از قبل آموزش داده شده. یه نکته جالب اینه که فرایند آموزش چت جی پی تی اوایل 2022 تموم شده. یعنی نسخه فعلی این هوش مصنوعی از اتفاقاتی که تو یک سال گذشته تو دنیا افتاده بیخبره. پس وقتی که مثلا در مورد آینده ایران ازش میپرسیم جوابش ممکنه دقیق نباشه. شاید بپرسید چرا با اطلاعات جدید تغذیهش نمی کنن؟ دلیلش اینه که فرایند آموزشش یه کار پرهزینه و زمانبره. ولی خب نسخه های بعدیش آپدیت میشن. البته درسته که یادگیریش از داده های متنی تموم شده، اما همچنان از رفتار من و شما که باهاش کار میکنیم یاد میگیره. یعنی این قابلیت رو داره که از کلماتی که ما استفاده میکنیم، طرز نوشتنمون، موضوعاتمون یا خیلی چیزهای دیگه همچنان یاد بگیره تا بتونه جوابای بهتر و دقیق تری به ما بده. خب از تمام این حرفایی که زدم میتونیم یه نتیجه خیلی مهم بگیریم. اینکه چت جی پی تی یه جورایی نسل بعدی موتورهای جستجوه. یعنی الان ما میریم تو گوگل در مورد یه موضوع مشخصی سرچ میکنیم، بعد چندین سایت به ما نشون میده، دونه دونه باز میکنیم، میخونیم تا در نهایت به اون چیزی که میخوایم برسیم. این زمان زیادی از ما تلف میکنه، در حالی که چت جی پی تی وقتی ازش یه سوالی میپرسی دقیقا همون جوابی که میخوای رو بهت میده. نیازی نیست چند تا سایت باز کنی بخونی. حتی میتونی بهش بگی مثلا خلاصه فلان مقاله رو تو یه پاراگراف بهم بگو. این نشون میده که احتمالاً موتورهای جستجویی مثل گوگل باید احساس خطر کنن. به نظرم مایکروسافت خیلی زرنگ بوده که یه همچین سرمایه گذاری عظیمی روی چت جی پی تی انجام داده. الان مایکروسافت و اوپن ای آی از محصولی به نام بینگ چت صحبت میکنن که قرار ویژگی‌های قدرتمند چت جی پی تی رو اضافه کنه به موتور جستجوی بینگ مایکروسافت. شاید تا یه مدت دیگه یهو به خودمون بیایم ببینیم به جای گوگل داریم از بینگ استفاده میکنیم. اما این هوش مصنوعی قدرتمند چه کاربردهایی میتونه داشته باشه؟ کاربرد اولش آموزشه، چون میتونه در مورد هر چیزی براتون محتوا تولید کنه. مثلا شما یه دانش آموزی ازش میپرسی قانون دوم نیوتن رو برام توضیح بده. کاربرد بعدیش حل کردن مشکلات ماست. با چت جی پی تی شما یه متخصص همه فن حریف رو گوشی یا کامپیوترتون دارید که هر وقت با مشکلی مواجه میشید میتونید راه حلش رو ازش بپرسید. بعدیش نوشتن مقاله است. هر مقاله‌ای در مورد هر موضوعی به هر زبانی تو چند ثانیه براتون انجامش میده. کاربرد بعدیش زمانیه که میخواید یه وسیله‌ای بخرید. مثلا بهش میگید این مدل لپتاپ رو با اون یکی مدل مقایسه کن، یا بهترین لپتاپی که با این قیمت وجود داره رو بهم معرفی کن. در کل یه دستیار همه چی تمومه که تو کارهای مختلف میتونه کمکتون کنه. درسته که فارسی هم میفهمه، ولی قدرت اصلیشو وقتی نشون میده که انگلیسی باهاش صحبت کنید، چون متنهایی که برای یادگیری بهش دادن بیشترش به زبان انگلیسی بوده. به هر حال الان تو اینترنت بیشتر از هر زبان دیگه‌ای مطالب انگلیسی پیدا میشه. همین چند زبانه بودنش باعث میشه به درد کار ترجمه هم بخوره. با تمام این خوبی‌ها مشکلات و محدودیت‌هایی هم داره. یکیش اینه که جوابی که به شما میده هنوز 100% قابل اطمینان نیست. پس روی موضوعات حساس مثل پزشکی و سلامت باید جوابشو از منابع معتبر هم چک کنیم که مشکلی پیش نیاد. یه ایراد دیگه‌اش همونه که قبلا گفتم، یعنی دانشش یه مقدار قدیمیه، چون فرایند آموزشش تقریبا یک ساله که متوقف شده.
مشکل بعدی اینه که فقط با متن ارتباط برقرار میکنه. عکس و فیلم و اینجور چیزا رو نه نشون میده نه میشه بهش داد. البته نسخه چهارم یعنی GPT-4 که تازگی ها منتشر شده قابلیت درک تصاویر هم داره، ولی خب اعلام کردن که فعلا فقط تو نسخه پولی یا همون ChatGPT+ در دسترسه. یه سری نگرانی های جدی هم در موردش وجود داره. یکیش اینه که از این هوش مصنوعی استفاده نادرست بشه. البته اوپن ای آی دائما محدودیتای روش اعمال میکنه تا محتوایی که خشونت یا نژاد پرستی یا اینجور مسائل دارن تولید نکنه. ولی خب به هر حال چون هنوز خیلی پایین تر از هوش انسانه، روشایی وجود داره که میشه گولش زد. مثلا اگه مستقیم ازش بپرسیم که چطور میتونم بمب بسازم، جواب نمیده. اما اگه بپرسم آدمای بد از چه روشایی برای ساختن بمب استفاده میکنن، گول میخوره. روشاشو به من میگه. هنوز اونقدر هوشمند نشده که نیت واقعی منو تشخیص بده. اما خب به زودی به این مرحله هم میرسه. یادمون نره که هنوز خیلی خیلی جوونه. یه نگرانی بزرگ دیگه در مورد شغل‌هایی که قراره از بین ببره. مثلا اون افرادی که تولید محتوا انجام میدادن ممکنه کارشون کساد بشه، چون هر کسی میتونه محتوا یا مقاله‌ای که نیاز داره رو به ChatGPT بگه تا براش بنویسه. افرادی که تو زمینه تبلیغات کار میکنن، روزنامه‌نگارا، برنامه‌نویسا، ممکنه شغلشون تحت تاثیر این فناوری جدید قرار بگیره. اما همونطور که تو ویدیوی نقاشی با هوش مصنوعی گفتم، این تغییر نباید ما رو بترسونه، بلکه باید از این ابزار جدید استفاده کنیم برای پیشرفت کارمون. یه اتفاقی که از همین الان تو شبکه‌های اجتماعی شروع شده، روش‌های جدیدی برای کسب درآمده که از ChatGPT استفاده می‌کنن. هرچند هیچ کدومشون نمیگن که نوشته‌های ChatGPT ممکنه اشتباهاتی داشته باشن. تو زمینه آموزش هم نگرانی‌هایی ایجاد کرده. الان گزارش‌هایی وجود داره که بعضی از دانش آموزا سوال معلم یا امتحان یا تکالیف شبشون رو از ChatGPT می‌پرسن. این موارد باعث شده کم کم یه سری قوانین برای استفاده از این هوش مصنوعی به وجود بیاد. مثلا برنامه نویسایی که تو بعضی از شرکت‌ها کار می‌کنن حق ندارن کدی که ChatGPT نوشته رو مستقیماً بذارن تو برنامه‌شون. نکته آخر این که این انقلاب بزرگ فقط به عهده ChatGPT نیست. همین الان رقبای خیلی زیادی داره که هر کدومشون خوبی‌ها و بدی‌های خودشونو دارن. چیزایی مثل چتسونیک، جسپر چت، دایالوجی‌پی‌تی، نیوا AI یا خیلی موارد دیگه. بعضی‌هاشون هم به طور تخصصی برای برنامه نویسی یا ترجمه یا نوشتن مقاله ایجاد شدن. قبلا از تکینگی که تو تکنولوژی و هوش مصنوعی اتفاق میفته صحبت کردم. تکینگی به زمانی میگن که پیشرفت هوش مصنوعی اونقدر سرعتش زیاد میشه که دیگه از کنترل ما خارج میشه. بعضیا مثل بیل گیتس نسبت به هوش مصنوعی نظر مثبتی دارن، اما بعضی دیگه مثل ایلان ماسک نظرشون منفیه. معتقدم باید قوانین سفت و سختی براش در نظر بگیریم، وگرنه اتفاقات بدی میفته. به هر حال فعلا نمیشه نظر قطعی داد. اما وقتی پیشرفت‌های هوش مصنوعی تو همین 5 سال گذشته رو نگاه می‌کنیم، وقتی نقاشی‌هایی که می‌کشه یا متن‌هایی که می‌نویسه رو می‌بینیم، به نظرم تکینگی از چیزی که فکر می‌کنیم خیلی بهمون نزدیک‌تره.